سلام، به تماشا خوش اومدید. من مینا جوشغانی هستم و برنامه این هفته را از گالری نیمت در لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته فیلم خانه خاموش به کارگردانی فرناز و محمد رضا جورابچیان، آثار برگزیده جایزه عکاسی دویچه برسه، تلفیق موسیقی غربی و آواز ایرانی در آثار محسن معصومی و فرید شکر. فیلم خانه خاموش به کارگردانی فرناز و محمد رضا جورابچیان عنوان مستندیه که از خلال داستان یک خانه به شکلی تاریخ معاصر ایران رو روایت میکنه. این فیلم در جشنواره‌های مستند مهمی نظیر ایدفای آمستردام و هات داگز در آمریکای شمالی به نمایش در اومده. تماشا با سازندگان این فیلم گفتگو کرده. پدر و مادر من سال 1355 با هم ازدواج کردن. اینم حاصل اون زندگیه. خانواده خوشبخت ما. اما پدرم یه روز برای انجام یک ماموریت کاری رفت شمال و دیگه هیچ وقت برنگشت. پدر تو دریا غرق شد. همیشه فکر میکنم که فیلم‌های شخصی خلاقانه ترین فیلم‌ها هستن و همیشه مستندسازهایی که شجاعانه زندگی شخصی خودشون رو سوژه فیلم‌هاشون قرار میدن و علاقه مندم و دنبال میکنم. مادر ما برای فراموش کردن مرگ پدرمون برامون یه دوربین هندیکم خرید. این آواز خوندن ها و ادا در آوردن ها جلوی دوربین بخشی از زندگی روزمره ما شد. این منم. بخون. اینم برادرم محمد رضا است. مثل اون دفعه. مامان برامون یه هندیکم خریده بود. حتی یه لحظه هم زمین نمیذاشتیمش. مامان میخواست ما بچه های خوشحالی باشیم. در این حال هر دوی ما در مهمترین عطف تاریخی اجتماعی جامعه ایران متولد شدیم. انقلاب و جنگ که هر دوش در واقع تأثیرات خودشو برای ما داشته. ما خیلی زود متوجه شدیم که یه چیزهایی رو به ارث بردیم که به زندگیمون گره خورده، مثل دوربین که از دو نسل قبلی از پدر بزرگم و مادرم دست به دست شد و به دست ما رسید. من همه این لحظات رو از روی دوش مادرم می دیدم. در بحبوحه انقلاب به دنیا اومدم و به خواست مادرم به یک بچه انقلابی تبدیل شدم. علامت گرد زنه اعلام خطر یا وضعیت غرب هست. من علامت علی هست. علی ازای ازا بگرد. خانه خاموش داستان سه نسل از یک خانواده ایرانی هست که در یک خانه 100 ساله در تهران زندگی میکنند. داستان مادر بزرگم که تقریبا هم سن و سال این خونه است و روزهای شاد و غم انگیزی رو تو این خونه سپری کرده و شاهد تغییرات و تحولات تاریخی زیادی بوده. مادرم نسرین که در واقع در مرکز اصلی داستان فیلم قرار داره و به عنوان مهمترین شخصیت فیلم، بیشتر در واقع داستان فیلم حول محورش می‌گرده. من هی 6 ماه دوندگی کردم تا بالاخره مجوز کتاب فروشی رو گرفتم با سختی. ما از طریق تصاویر معاصر در کنار آرشیو غنی خانوادگی سیر تحول این خانواده رو در طول 40 سال تا به امروز به تصویر کشیدیم. خانه خاموش یک سفر شخصی ما هستش در مکانی که در اون بزرگ شدیم، با تمرکز بر اعضای خانواده، ثبت کردن با دوربین در واقع
و همچنین مفهوم خانه به عنوان شاهدی خاموش از آنچه که این افراد و شخصیت ها از سر گذروندن. زمانی که به شکل جدی تصمیم به ساخت فیلم گرفتیم، از ابتدا میدونستیم که با یک خونه در واقع طرف هستیم که یک خونه قدیمی و تاریخیه، به واسطه حالا هم اتفاقات خانوادگی و شخصی این خانواده که درش افتاده و هم قدمت این خونه و همینطور اعضای متنوعی که این خانواده داشت و اتفاقات مختلفی که برشون افتاده بود، حالا محوریت زنانه ای هم که در این حال وجود داشت. خب ترکیب این مقوله ها این مسئله رو کاملا میتونست توی ذهنم به وجود بیاره که ما عملا داریم یک بستر تاریخ اجتماعی رو هم به نوعی پوشش میدیم و در لایه‌های زیرین و شاید حتی مهمتر اونها رو هم به نوعی بیان میکنیم و قطعا توی ذهنمون بود از ابتدا که این مسئله بسیار مهم فیلم هست و باید با دقت و ظرافت بهش بپردازیم. سالها بعد وقتی با مادر و برادرم تو خونه پدر بزرگ ساکن شدیم، فکر میکردم اینجا هیچ وقت خونمون نمیشه. فکر میکردم خیلی زود از اینجا میریم. اما اینجا برامون کمی بیشتر از یه خونه شد و کمی کمتر. جایزه مؤسسه عکاسی دویچه برسه هر سال به عکاسانی داده میشه که در گسترش دامنه رسانه عکاسی نقش داشتن. برای دریافت این جایزه 4 هنرمند نامزد میشن و از بین اونا 1 نفر به عنوان برنده انتخاب میشه. امسال هم گالری عکاسان لندن میزبان نمایشگاهی از آثار 4 هنرمند شناخته شده بود که با تعریف‌های معمول این رسانه به سختی میشه کار اونها رو عکاسی دونست. تماشا به دیدن این نمایشگاه رفته. جایزه مؤسسه عکاسی دویچه برسه هر سال به یک نمایشگاه عکس یا کتاب عکس تعلق میگیره که در اروپا منتشر یا برگزار شده باشه. 4 هنرمند برگزیده برای این دوره از جایزه عبارتند از ساموئل فوسو، آرتور جیفا، بیکاتی پورتر و فریدا اروپابو. ما نمایشگاه رو با کارهای فریدا اروپابو شروع می‌کنیم که یک هنرمند نروژی نیجریه تباره. این نمایشگاه عکس‌های کلاژ شده فوق‌العاده اون رو نشون میده. او در اینترنت جستجو می‌کنه و اغلب دنبال تصویرهای آرشیوی دوران استعماری می‌گرده و بیشتر از تصویر زنان آفریقای تبار استفاده می‌کنه. این تصویرها رو در اندازه‌های بزرگ چاپ می‌کنه و با اون‌ها این پیکرهای چالش برانگیز رو کلاژ می‌کنه. میتونیم ببینیم که معمولاً پیکرها سرشون رو به سمت ما برگردوندن و به طور مستقیم به ما خیره شدن. او اشاره میکنه که در این تصویرها دنبال نوعی از مقاومت میگرده. دلیلی که سراغ این آرشیف‌ها رفتم این بود که میخواستم چیزی در مورد گذشته و چگونگی ارتباط گذشته با حال بگم و خصوصاً این که ما چطور به بدن زن سیاه پوست نگاه میکنیم. و البته برای مهم بود که کسی رو که ما همیشه به اون به عنوان یک ابژه نگاه کردیم به سوژه تبدیل کنم. این که این عمل نگاه کردن رو برگردونم و این بار او به ما نگاه کنه و بگه این من هستم که به تو نگاه میکنم، فقط تو نیستی که به من زل زدی. یکی دیگه از هنرمندهایی که به نمایش گذاشتیم بیکاتی پورتره که یک هنرمند بلژیکیه. او از همون آغاز کارش تلاش کرده که فاصله بین عکاس و سوژه رو کم بکنه. او به سراسر جهان سفر میکنه و از مردم میپرسه که آیا میتونم شب رو تو خونه شما بگذرونم؟ و بعد از اونو عکاسی میکنه. پروژه‌ای که اینجا به نمایش گذاشتیم درباره زمانیه که او با مایکل آشنا شد. مایکل داستان مردیه که من در سال 2015 میلادی در شهر پورتلند ملاقاتش کردم. او رو در خیابون دیدم و شروع کردم به صحبت کردن باهاش.
خونش از بالا تا پایین با تصویر پوشیده شده بود. عکسایی که خودش گرفته بود و با تصویرهای افراد مشهور و با نوشته ها ترکیب شده بود. این پروژه اینطوری شروع شد. در همون ملاقات اول در خونش شروع کرد به جمع کردن تصویرها و متنها در یک کیف که به من بده. چون مایکل متنهای زیادی نوشته بود. خیلی چیزا رو جمع کرده بود. چندین دفترچه یادداشت و دفتر طراحی داشت و انگار همیشه منتظر بود اینا رو با کسی به اشتراک بذاره. مایکل بعد از اون روز ناگهان ناپدید شد و من تصمیم گرفتم که ماجرای ناپدید شدن مایکل رو نشون بدم و اینکه چطور تلاش کردم تا او رو بفهمم و دوباره پیداش کنم. جالب اینجاست که اتاق تحقیقی که بیکا در اینجا درست کرده خیلی شبیه همون غار تصویریه که مایکل در خونه خودش درست کرده بود. بنابراین وسواس‌های عکاس کاملا شبیه وسواس‌های سوژه‌اش میشه و معلوم نیست که اینجا کدومشون دنبال دیگری میگرده. آرتور جیفا هم از همون ابتدای کارش تصویرهایی رو از مجله ها و کتاب ها جدا میکرد و توی دفترچه هایی که درست میکرد میچسبوند. او این تصویرها رو هم در فیلمهاش و هم در ترکیب بندی هایی که اینجا میبینید استفاده میکنه. او تصویرهایی رو به صورت جفتهای دوتایی میسازه و بعد این کارا رو در کنار تصویرهایی از خشونت و عذابی که به بدن سیاه‌پوستان وارد شده قرار میده. برای مثال اینجا مجسمه عکسی از کمر یک برده شکنجه شده رو میبینیم که میخواسته از مزارع بردهداری فرار کنه. و یا عکس بزرگ اندازه‌ای رو می‌بینیم که خود جیفا از مکان کشتارهای دست جمعی در رواندا گرفته. او این تصویرها رو در کنار تصویرهای یافته‌ای از ستاره‌های موسیقی چون مایلز دیویس و رابرت جانسون گذاشته. یکی دیگه از تصویرهای دوتایی او شخصیت میکی ماوس رو نشون میده. جیفا با این ایده بازی میکنه که میکی ماوس در واقع یک شخصیت سیاه پوست بوده که نقاب سفیدی روی صورتش گذاشته و بنابراین به پیشینه میکی ماوس و شخصیتهای دیگه دیزنی توجه میکنه. اما جایزه امسال به ساموئل فوسو رسید. خودنگاره یکی از مهمترین دستاوردهای ساموئل فوسو در عکاسی معاصره. هر عکسی که در این بخش از نمایشگاه می‌بینیم تصویری از خود فوسو که به دست خودش گرفته شده. او در سالهای ابتدایی عمرش با مهاجرت اجباری و خشونت‌آمیز متأثر از جنگ‌های داخلی نیجریه روبرو شد. مادرش را از دست داد و عمو و عمش او را بزرگ کردند. زمانی که اولین استدیوی عکاسیش رو در دهه 70 میلادی در آفریقای مرکزی راه انداخت فقط 13 سالش بود. او به عنوان عکاس محلی عکس‌های پاسپورت و جشن‌های عروسی رو می‌گرفت ولی همیشه از چند عکس پایانی حلقه فیلماش برای عکاسی از خودش استفاده می‌کرد. مجموعه سبک زندگی دهه 70 تجربه‌های اولیه او با نورپردازی و صحنه آرایی رو نشون می‌ده. او مجموعه روح آفریقایی رو در سال 2008 عکاسی کرد. در این کارها نقش شخصیت‌های بزرگ جنبش‌های آزادی بخش سیاه‌پوستان آفریقا و آمریکا رو بازی می‌کنه. هر عکس بر اساس یک تصویر آنالوگ از پیش موجود گرفته شده. برای مثال پورتری رسمی هایل سلاسی آخرین امپراتور اتیوپی و پورتری مارتین لوتر کینگ و همینطور تصویر دونده آمریکایی تامی اسمیت که اعتراض او به تبعیض نژادی در المپیک سال 1968 باعث شد تا از مسابقات ورزشی تا پایان عمرش محروم بشه. در تمام عکسایی که من میگیرم هیچ رنگ سفیدی به تنهایی وجود نداره. زرد و قرمز هم نیست. مسئله من رنگ سیاهه که به هویت من ربط داره. اگه در عکس‌های من تصویر مالکوم ایکس یا مارتین لوتر کینگ رو می‌بینید، اینها واقعا من نیستم، بلکه خود اون کنشگرها هستن. من تجسمی از اونها هستم.
من در جلد اونا میرم تا مبارزه رو ادامه بدم. کار اونا باعث شد که ما جرأت ادامه دادن داشته باشیم تا زمانی که تبعیض و بردهداری تموم بشه، تا زمانی که سفید پوست و سیاه پوست حقوق و ارزش‌های برابر داشته باشند. من میخوام که ما برابر باشیم، سفید و سیاه. نکته جالب درباره این نمایشگاه اینه که بر اساس یک ایده محوری برگزار نشده، اما ارتباطات کلیدی و مهمی بین کارها وجود داره. برای مثال در اغلب کارها استفاده از تصویر یافته یا از پیش موجود رو میبینیم. اهمیت این جایزه در اینه که عکاسی رو در شکل گسترش یافته و باز اون میپذیره. وقتی به جیفا گفتیم که برای این جایزه کاندید شده، جوابش این بود که من خیلی خودم رو یه عکاس نمیدونستم. ولی ما میدونیم که تصویرها و عکس‌ها نقش بسیار مهمی در کارش دارن. و یا فریدا اوروپابو که عکس‌هاش رو به مجسمه تبدیل می‌کنه. و یا بیکا دیپورتر که پرسش‌های مهمی درباره رابطه عکاس و سوژه‌اش می‌پرسه. بنابراین رسانه عکاسی هنوز نقش ماندگار و مهمی برای هنرمندا داره. من واقعا خوشحالم که این جایزه امکانات گسترده عکاسی رو به رسمیت می‌شناسه و می‌پذیره. محسن معصومی و فرید شیخ دو موزیسیانن که چند سال پیش در هلند با هم آشنا شدن و در کارهای مشترکی که انجام دادن موسیقی کلاسیک غربی، اپرا و ساز و آواز ایرانی رو با هم تلفیق کردن. این دو موزیسیان و گروهشون خواستن از طریق موسیقی تلفیقی بابی برای آشنایی و فهم بهتر فرهنگ‌های مختلف باز کنن. تماشا پای صحبت محسن معصومی و فرید شیخ نشسته. خاک سردم که در من شعله همه از جان ها. من از سال 1380 موسیقی کلاسیک سولفژ و آواز پاپ کلاسیک رو پیش استاد محمد نوری یاد گرفتم به مدت 7 سال و بعد از اون اپرا رو پیش استاد عزیزم رشید وطن‌دوست یاد گرفتم. من به دنیا اومدم در اصفهان در خانقاه. پدرم حمید شیخ بهایی که از اولین مدرس دف استان اصفهان بود از بچگی با من دف رو کار کرد و مادرم هم همیشه مشوق بود که من موسیقی رو به صورت جدی ادامه بدم. من زمانی که ایران بودم به موسیقی ایرانی خیلی علاقه داشتم، اما زمانی که اومدم هلند یه دنیای جدیدی برای من باز شد. خیلی برام جالب بود. دوستان هلندی وقتی یه سری موسیقیایی که برای من خیلی زیبا بود و براشون می‌ذاشتم اینا دوست نداشتن و بالعکسش یک سری موسیقیایی که اینا خیلی دوست داشتن برای من زیبا نبود. و من اونجا بود که فهمیدم زیبایی در موسیقی کلن زیبایی نسبیه و با خودم عهد کردم موسیقی بسازم که از المان‌های استفاده کنم که هم در شرق و هم در غرب زیبا شناخته میشن. هم زبانی نیست اما همدلی رو در جامعه زیاد میکنه. برای همینه که من به عنوان یک آهنگساز سعی میکنم بیام کشورهای مختلف رو ببینم، فرهنگاشون رو بشناسم، همدلی هاشون رو پیدا کنم
و این رو ترجمه کنم به زبان موسیقی. موسیقی تلفیقی باعث میشه فرهنگ های مختلف همو بهتر بشناسن و با هم بهتر بتونن گفتگو داشته باشن. استاد رشید وطن دوست به من گفت حالا موسیقی کلاسیک گوش کردی؟ اپرا. گفتم نه. گوش کردم، خیلی بدم اومد. بعدها که شناختمش، بعدها که تحقیق کردم، کنجکاوی کردم در موردش و یاد گرفتم تکنیک هاش رو، به اصرار استاد رشید وطن دوست و با سواد این که موسیقی اپرایی یا اون کلاسیکی که اینجا ما میخونیم اون چیزی نیست که تو میخوای، مهاجرت کردم به مسکو. من بچلر اپرام رو در مسکو 4 سال گذروندم و بعد از اون برای تمام کردن مستر اپرام به هلند اومدم. چون من خودم به موسیقی تلفیقی خیلی علاقه داشتم، برام خیلی جالب بود که با محسن کار کنم. چرا که محسن واقف بر موسیقی شرق و هم بر موسیقی غرب بود و خب صدای بیسی که داشت خیلی این یونیک بود و جذاب بود و با خودم فکر کردم اگر با محسن کار کنم هم میتونم از زیبایی‌های شرق هم از زیبایی‌های غرب با یک صدای بیس استفاده بکنم. تمام کارها در واقع کاور شده کلاسیک هایی که ساخته شده بود. خیلی خلاقانه فرید اینها رو در هارمونی و موسیقی ما جای داد و بعضا از آهنگ هایی که ما خودمون داشتیم در موسیقی خودمون داریم، ما از اونها قرض گرفتیم و اونها رو به سمت کلاسیک تغییر داد. کنسرت های زیادی داشتیم در سراسر اروپا، اما یکی از کارهایی که خیلی به یاد موندنی شد اجرا در کاخ سلطنتی لاهه برای خانواده سلطنتی هلند بود. ما در این اجرا موسیقی رپ، اپرا و کلاسیک و موسیقی ایرانی رو با هم تلفیق کردیم. Houden niet krampachtig vast aan de geleerde passen leren dansen. Als de vlinder onbevangen bundelen we krachten zijn open en wij laten de deur niet dichtvallen. موسیقی یک سری خلأها رو توی زندگی از بین میبره. موسیقی جاهایی که به بن‌بست فکری میرسیم شاید یک گزینه بسیار عالیه برای من که بهش رجوع کنم، تفعالی به موسیقی بزنم و باز کنه اون قفل ذهنم. آرزو میکنم که مردم ما، تمام مردم دنیا یک جور متعصب‌وار به موسیقی های خودشون فکر نکنن و تکیه نکنن، اجازه بدن ذهنشون باز شه و موسیقی های ملل مختلف رو بشنون. دفو تنبک چو به هم سازد و یک نغمه خوش ساز کند، عارف خشک به رقص آید و دستار ز هم باز کند.
موسیقی باعث میشه تعصبات از بین بره، باعث میشه فرهنگ ها به هم نزدیک بشن، باعث میشه مردم زبان همو بهتر بفهمن. من میتونم بگم موسیقی برای من زندگیه و اصلا نمیدونم اگه موسیقی نباشه باید چه کار بکنم. برنامه این هفته اینجا به پایان میرسه. یادآوری کنم که تماشا رو میتونید در یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید و اخبار مربوط به برنامه رو از صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.